درود عرض مهر خدمت دوستان عزیز و همراهان همیشگی. امروز هم با یکی دیگه از آموزش های مهارت های زندگی در خدمت شما هستم. مهارت روابط بین فرد. امروز که میخواستم برای شما بیام این ویدیو رو بگیرم، یک مهمون کوچولو هم اومد پیش من تا با هم دیگه این آموزش رو داشته باشید. مهارتی است که موجب می شود ضمن تقویت روحیه مشارکت، اعتماد واقع بینانه و همکاری بین دیگران بتوانیم مرزهای روابط بین خود و کسانی که دوستشون داریم رو تشخیص بدیم و در جهت ایجاد روابط صمیمانه و دوستانه قدم برداریم. هیچ زودتر به دوستی های نامناسب و ناسالم خودمون خاتمه بدیم و از آسیب دیدن خودمون جلوگیری بکنیم. مهارت ارتباط مؤثر و کسب این مهارت به ما می‌آموزد که برای درک موقعیت دیگران چگونه به سخنان آنها فعالانه گوش بدیم و چطور دیگران رو از احساسات و نیازهای خود آگاه سازیم تا ضمن به دست آوردن خواسته های خود طرف مقابل هم احساس رضایت داشته باشه. همینطور که میدونیم انسان ها یکسان حرف میزنند و متفاوت برداشت میکنند. مهارت های ارتباطی جزء جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی است و ما به طور دائم در حال ارتباط با اعضای خانواده، همکاران، اعضای محل زندگی، کودکان، خردسالان و حتی حیوان ها هستیم. اینجا برای ما سوال پیش میاد که چرا مهارت برقراری ارتباط مؤثر خیلی مهم هست. خب باید بگیم که چون ارتباط از مؤلفه های اصلی زندگی اجتماعی است و مهارت برقراری ارتباط مؤثر یکی از مهمترین پیشبینی کننده های سلامت روابط بین فردی است. عده انسان رو حیوانی اجتماعی میدونن. بنابراین شاید یکی از برتری‌هایی که انسان نسبت به سایر موجودات داره همین تنوع ارتباطی که میتونه با دیگران برقرار بکنه. خب ارتباط چیست؟ فرایند انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده. بنابراین در ایجاد هر ارتباط عواملی وجود داره. یک وجود یک یا دو نفر ضروری است، یعنی باید این ارتباط بین دو نفر یا چند نفر برقرار بشه. ارتباط برقرار کردن میتونه به صورت کلامی و غیر کلامی باشه، میتونه انکار و ضمنی باشه و همینطور پیام باید به درستی انتقال پیدا بکنه. هر فردی احساسات، دیدگاه ها و رفتارهای مخصوص به خودش رو داره و به همین دلیل هست که امکان ندارد که دو نفر در همه چیز هم عقیده و هم فکر باشند. مهم این است که یاد بگیریم داشتن اختلاف نظر کاملا طبیعی است و این مهارت رو کسب کنید که دیدگاه های خود تنها دیدگاه یا بهترین و مناسب ترین دیدگاه نیست و توانایی دیدن موضوع را از زاویه دید دیگران را نیز داشته باشیم. اون وقت است که ما میتونیم ارتباط بین فردی مؤثر و سالم تری رو برقرار بکنیم. وقتی که معنای پیام در ذهن گیرنده و در ذهن فرستنده برابر باشد، ارتباط به صورت کامل انجام شده. عواملی مانند تحقیر و تمسخر، سرزنش کردن،
برچسب زدن، توقع داشتن، ردگم کردن، موعظه و نصیحت کردن، قضاوت و مقایسه کردن، کنایه زدن، دستور دادن و هدایت کردن، تهدید و هشدار، توصیه و راه حل دادن، عدم توجه به ابعاد فرهنگی و دو پهلو صحبت کردن از موانع ارتباط مؤثر است. تبسم و آرامش داشتن، حفظ فاصله مناسب، محیط مناسب، آراستگی و پوشش مناسب و همچنین تماس چشمی از عوامل تسهیلگر در ارتباط مؤثر است.